با چند تا خبر کوتاه شروع بکنیم، یکم گرم بشیم، بعد دیگه میریم سر وقت بسته‌های تحلیلیمون. من یه نکته در مورد ملوان بندرانزلی بگم. به طور قطع ملوان یکی از سزاوارترین تیم‌های این فصل لیگ بوده. شاگردای مهدی تارتار که از ابتدا عملکرد خوبی داشتن، روی یه مسیر مستقیم حرکت کردن و هنوزم تیم قابل احترامین. اونا با وجود شکست مقابل پرسپولیس، عملکرد قابل دفاعی تو ورزشگاه آزادی داشتن و تازه از داوری هم ضرر کردن. با این حال ملوان در دو بازی رفت و برگشت در برابر پرسپولیس به شکل عجیبی در بحث ایجاد موقعیت گل ناتوان بود، به طوری که قوها در مجموع این 180 دقیقه فقط یه ضربه داخل چارچوب به ثبت رسوندن که برای تسلیم کردن پرسپولیس کافی نبود. به این ترتیب همچنان آخرین گل زده ملوان مقابل پرسپولیس مربوط به لیگ 15ام، یعنی 7 فصل پیش، و تیم شایسته شمالی تو این 8 سال اخیر موفق به گشودن دروازه رقیب پر آوازه خودش نشده. در مورد استقلال، بدون تردید مهمترین ستاره این هفته‌ای استقلال گوستاو بلانکو بوده. مهاجم آرژانتینی که در بهترین زمان ممکن اوج گرفته و هر هفته توانایی‌اش رو به رخ می‌کشه. تا همین یه ماه پیش انتقادهای زیادی از بلانکو وجود داشت که آمارش در زمینه گلزنی چندان مطلوب نیست. منتقدان تا حدودی هم حق داشتن، چون که این بازیکن تو 12 بازی ابتدایی خودش فقط یه گل به ثمر رسوند بود. اما الان ورق برگشته و اون به عنصری بسیار خطرناک در مقابل دروازه رقبا تبدیل شده. بلانکو تو 5 بازی اخیر استقلال 4 گل زده و به علاوه بارها دروازه تیم‌های مقابل رو تهدید کرده. گلایی که بلانکو تو این هفته‌ی سرنوشت ساز میزنه ارزش مضاعف داره، چرا که گام به گام استقلال رو به جام داره نزدیک‌تر میکنه. در مورد استقلال داریم صحبت میکنیم، این نکته رو هم بگم که با اعلام کمیته انضباطی و حالا گزارش های واصله از سوی سازمان لیگ فوتبال مبنی بر تخلفات صورت گرفته از سوی سید حسین حسینی، محمد حسین مرادمند، بازیکن‌ها و همچنین تماشاگرای منتسب به تیم استقلال تهران، نفرات فوق و باشگاه مربوطه ظرف مهلت 48 ساعت آینده باید دفاعیات خودشونو به کمیته انضباطی فدراسیون ارسال بکنن. خداییش هم حق با سید و محمد حسین مرادمند بوده. علی خسروی عضو کمیته داوران حرف دل من رو زده. چی گفته؟ گفته ما تو هفته‌های بوده که اشتباهاتی نسبت به یه تیم داشتیم، اما همون تیم هفته‌های بعدی سود کرده. حتی تیمی بوده که 3 هفته متوالی ضرر کرده و مثالش استقلال خوزستان، اما جدولش رو داریم که در نهایت اشتباهات و سودهایی که تیم‌ها از داوری بردن در مجموع برابر. حالا شاید 1-2 امتیاز مثلا پرسپولیسی‌ها بیشتر ضرر کردن یا 1-2 امتیاز استقلالی‌ها بیشتر ضرر کردن، ولی این آمار رو بذارید تا پایان فصل، چون مثلا استقلالی‌ها پرسپولیسی‌ها تا پایان فصل 2 امتیاز از داوری سود ببرن. می‌دونی می‌خوام چی بگم؟ من میگم آمارا، این اتفاقات، این صحبت‌ها بذارید پایان فصل در موردش صحبت کنیم. آقا رأی کمیته استیناف برای دو باشگاه پرسپولیس و سپاهان هم صادر شد. پرسپولیسی‌ها سر بازیشون مقابل زباهن 51 میلیون تومان جریمه شدن به خاطر پرتاب اشیا به زمین مسابقه، و اونبرم سپانیا تو بازیشون مقابل پیکان 60 میلیون تومان جریمه شدن. حالا به خاطر اون الفاظ توهین‌آمیز توسط تماشاگرای منتسب به سپانیا این اتفاق افتاده، و چیزی که مشخصه اینه که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال خوب داره پول به جیب میزنه خودمونیم. سیاوش اکبرپور یه مصاحبه کرده و گفته که مساوی با مصر شرایط رو سخت کرد. اقتصادی بردن هم یه هنره. بلانکو خودش یه تیمه. فشار قهرمانی روی پرسپولیس هم وجود داره، اما اونا زرنگن. زمانی هم که من بازی میکردم داوریا به ضرر استقلال بود. اینو سیاوش اکبرپور گفته. میلاد فخرالدینی یه مصاحبه کرده، گفته که من چند دقیقه صحبت کردم و توضیحاتم کامل بود، ولی برخی‌ها فقط دنبال حاشیه درست کردنن و طوری حرفام رو برداشت میکنن که خودشون میخوان. قرار بود تو نیم فصل اول از آلومینیوم عراق پول بگیرم، ولی چون جدا شدم دیگه این موضوع منتفی شد و پولی از باشگاه سابقم دریافت نکردم. متاسفانه چکای منم پاس نشده. وقتی گفتم 6 ماه پولی دریافت نکردم، زمان حضورم در آلومینیوم رو حساب کرده بودن و این زمان فقط مربوط به حضورم در استقلال نبود. یکی از بچه‌ها خوب کامنت گذاشته بود، گفته بود ببین چقدر میلاد فخرالدینی ساده است که علی خطیر بهش قول داده، گفته من قسم میخورم پول بد میدم، و میگه که آقا قسم دخترشو خورده و پول نداده. علی خطیر زرنگتر از این حرفاست. و اینجا جواد نکونام هم خودمونیم داره قربانی میشه. حالا در مورد جواد نکونام گفتم، من یه نکته هم خدمتتون بگم که میدونید که علی سامره در ابتدای لیگ 23 به عنوان سرپرست استقلال در این تیم مشغول به فعالیت شد. حالا یه اختلافاتی با جواد نکونام پیدا کرد و از سمت خودش استعفا داد. علی سامره رفت، کی اومد به جاش؟ آقای خواجه‌گیری. مثل اینکه جواد نکونام با آقای خواجه‌گیری هم دچار درگیری لفظی شده و اصلا جواد نکونام اجازه حضور در هواپیما
هواپیمای این تیم رو موقع پرواز استقلال به تهران از عراق داشتن می اومدن نداده و با خودروی سواری به تهران برگشته. حالا میگن که سرپرست استقلال باز قراره تغییر بکنه. اوه استوری آقای رضا کرمانچایی معاون ورزشی تراکتور گود لاک. وقتی میگه گود لاک یعنی اینکه پاکو خمس از سمت خودش استعفا داده. پاکو خمس سرمربی تیم فوتبال تراکتور که توافقاتی برای جدایی از جمع سرخپوشای تبریزی داشته با بازیکنای این تیم خدافظی کرد و تبریز رو ترک کرد، فسخ قرارداد خودش هم امضا کرد و به صورت رسمی از تیم جدا شد. یه سری‌ها میگن به خاطر جنگ ایران اسرائیل ترسیده گرخیده رفته. آقای مظفری زاده یه مصاحبه کرده و گفته که با توجه به شرایطی که پیش اومده خمس احساس نگرانی کرده، دارن یه جورایی میپیچونن قضیه رو و میگه میخواد کنار خانواده‌اش باشه. با توجه به شرایط حساسی که دو لیگ داریم باشگاه موافق جدایی نیست و میخوایم نظرش رو عوض بکنیم. تا یه ساعت دیگه حالا عوض نشد و آقای پاکو خمس ترک کرد این باشگاه رو. فرهاد چیزری هم مربی بدنساز سابق پرسپولیس قدیمی یادشونه که در زمان مربیگری استاد مانوئل جوزه عضوی از این تیم بود، متاسفانه دار فانی رو وداع گفت و تسلیت میگم به خانواده محترمش. بیانیه تراکتور بعد از جدایی پاکو خمس هم اینجوریه که بعد از کسب نتیجه دور از انتظار مقابل تیم زبان اصفهان، هوشنگ نصیرزاده مدیر عامل باشگاه طی جلسه با سرمربی تیم در تاریخ 25 فروردین، اصلا میگم هوشنگ نصیرزاده تهرانه، در خصوص رفع ایرادات فنی تیم و حضور پرقدرت در ادامه مسابقات گفتگو کرده و مقرر شد آقای خمس به کار خودش ادامه بده و در راستای جبران امتیازات از دست رفته و حضور پرقدرت در جام حذفی تلاش دوچندانی انجام بده. اما آقای خمس روز گذشته درخواست جدایی خودش و دستیارای خارجیش رو به مدیریت باشگاه اعلام کرد و بعد از جلسه امروز نصیرزاده و این سرمربی، مثلا میگم نصیرزاده تهرانه، سرانجام باشگاه تراکتور با درخواست جدایی اون موافقت کرد. جدایی این سرمربی از تراکتور به صورت کاملا توافقی بوده و هیچ گونه ضرر و زیان مالی برای باشگاه تراکتور به دنبال نداشته. خلاصه که آرزوی موفقیت کردیم در ادامه دوران حرفه‌ای و زندگی شخصیش برای پاکو خمس و خانواده محترم و دختر گلش. خب حالا پاکو خمس بره کی میخواد بیاد؟ یحیی گل محمدی که دوباره گزینه اول تیتیای تبریز شده و حالا تراکتوریا در تلاشن تا موانع حضور گل محمدی در تبریز رو برطرف بکنن و رضایت اون رو جلب بکنن. این موضوع هم مطرح شده که تا زمان انتخاب سرمربی جدید احتمالا محمد نصرتی، مربی که دیروز گفتم استعفا داده، تمرینات این تیم رو زیر نظر میگیره و بازیکنای تراکتور رو تمرین میده. آها، این الان کار خوبیه. سازمان لیگ برای مقابله با بیانیه نویسی لیگ برتری ها یه جریمه ای رو در نظر گرفته. حالا لیگ دست اول و کاری نداریم. لیگ برتر اینجوریه که برای بار اول 2 میلیارد تومان باشگاه مورد نظر رو جریمه میکنن، برای بار دوم 3 میلیارد تومان، برای بار سوم و تکرار 4 میلیارد تومان جریمه. ادامه فعالیت دیگه منوط به پرداخت جریمه توسط شخص خاطی میباشد و فکر میکنم این اتفاق خوبی. آقا ما دیگه خلاص میشیم از این بیانیه نویسی ها. استوری محسن مسلمان به بهونه سالروز دربی 82 که پرسپولیس تو اون مسابقه 4-2 موفق شدن استقلال رو شکست بدن، رامین گل زد، مهدی طارمی گل زد، یه پنالتی مهدی از دست داد، محسن مسلمان پاس میده یا هتریک میکنه. اون برام من بگم و استقلالی‌ها که فرشید اسماعیلی و علی قربانیشون گل زدن، عادل گفت که فرشید اسماعیلی که نه گل میزنه نه پاس گل میده، چه گلی هم زد توی دروازه، چه گل قشنگی زد فرشید اسماعیلی. حساب کار 1-1 مساوی میشه. حالا استقلالی هست که در پوست خودشو نمی گنجد. این ور محمد رضا احمدی گفت که مهدی طارمی پاس میده یا هتریک میکنه. اینا مصطلح شد دیگه بین هواداری استقلال و پرسپولیس. طارمی هتریک میکنه یا پاس میده؟ طارمی پاس میده، گل سوم نه چهار تا میشه. حالا مربی و بازیکن استقلال امروز با پیراهن شماره 200 که نام روزبه چشمی روی اون نقش بسته بود به اتفاق عکس دست جمعی گرفتن. پوستر باشگاه تراکتور برای پاکو خمس رو شما در تصویر میبینید. مربی خیلی خوبی بود، اما خب تراکتور کلا نمیدونم چرا اینجوریه. یعنی مربی قبلیشون هم خوب بود آقای قربان بردیه و اونم کلا کنار گذاشتنش. اینم جلسه پاکو خمس با بازیکنای تراکتور بعد از جدایی از این تیم و شجاع خلیل‌زاده. میبینید دیگه اونم مترجمش و فکرم شبیه صفادی هم است. خلاصه که خمس هم که تا چند روز قبل حاضر به قطع همکاری با باشگاه تراکتور به دلیل قرارداد بلند مدت و رقم بالای خودش نداشته، اما بعد از کشمکش سیاسی ایجاد شده در یکی دو روز گذشته سرمربی اسپانیایی با اصرار خانواده‌اش راضی به فسخ قرار
قرارداد شده تراکتور از آوار غرامت سنگین قصر در رفت. بازیکن‌های خارجی تراکتور هم به احتمال فراوان در آخر فصل از این تیم جدا میشن. البته که ریکاردو آلوس تا 405 میدونم قرارداد داره. فوتبال برتر هم که امشب پخش میشه قرار بوده که محمد حسین کنعانی زادگان رو دعوت بکنن. خود حالا کنعانی زادگان به دعوت میثاقی نگفته و اعلام کرده که قصدی برای انجام مصاحبه نداره. حالا فوتبال برتر باید ببینیم که سراغ کدوم یک از بازیکن‌های پرسپولیس خواهد رفت. جواد خیابانی هم گزارشگر بازی برگشت منچستر سیتی و رئال مادرید شد، بازی که تو ورزشگاه اتحاد برگزار میشه و بازی جذابی خواهد شد. بالا با جواد خیابانی امیدوارم بازی رفت و دیده باشه آقا جواد. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت كورت و اذا النجوم كدرت و اذا الجبال سیرت سیرت و اذا العشار طیلت و اذا الوحوش حشرت 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 و اذا البحار سجرت 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 و اذا وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. در مورد پرسپولیس هم بگم که پرسپولیس طی بازی‌های نیم فصل دوم موفق به کسب 19 امتیاز شده تا همچنان رقابت نزدیکی با استقلال برای کسب عنوان قهرمانی دنبال کنه. با این حال در کنار بحث تمدید قرارداد، موضوع مربوط به دریافت مطالبات هم از سوی بازیکن‌ها پیگیری میشه. بازیکن‌های پرسپولیس در فاصله 7 هفته مونده به پایان فصل موفق به دریافت تنها 40% از مطالبات خودشون شدن. اونورم استقلالی‌ها میگن ما 30-35% گرفتیم. اینا در حالیه که تو فصل گذشته و در همین مقطع پرسپولیس‌ها 70% دریافتی داشتن. رضا درویش مدیر عامل پرسپولیس که این روزا بیشتر درگیر دریافت مجوز حرفه‌ای و بحث مالکیت باشگاهه، در تلاش تا مسئله مطالبات بازیکن‌ها و دیگر اعضای تیم رو عمل بکنه و باید ببینیم چه زمانی این باشگاه قادر خواهد بود به تعهدات مالی خودش عمل بکنه. نوید آشوری هم افک گلگهر به علت مصونیت ادامه فصل رو از دست داد. لایک و سابسکرایب یادتون نره، اون لایک رو حتما بزنید. دمتون گم فعلا.